اولین روز از ماه می هر سال در تقویم میلادی که در تقویم هجری شمسی معمولاً با روزهای 11 یا 12 اردیبهشت ماه مصادف می شود، روز جهانی کار و کارگر نام دارد. در ادامه همکارم در گزارشی به بررسی مشکلات کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر پرداخته است که با هم می‌بینیم. هر سال تظاهراتی با تقاضای بهتر شدن شرایط کار و افزایش قدرت اتحادیه‌های کارگری در سراسر دنیا به مناسبت اول می روز جهانی کارگر برگزار می‌شود. اول ماه مه سال گذشته مردم تحت فشار تورم و خواهان عدالت اقتصادی به خیابان‌های شهرهای سراسر آسیا و اروپا آمدند تا روز کارگر را گرامی بدارند. بسیاری از کشورها شاهد یک موج جهانی نارضایتی کارگران بودند که قبل از همه‌گیری کرونا دیده نشده است. دستمزد بیشتر، کاهش ساعت کار و شرایط بهتر کاری از محورهای عمده مطرح شده در گرد همایی‌های روز کارگر بوده است. امسال در ایران هم روز کارگر در حالی فرارسیده است که کارگران ایرانی بر عدم تحقق حداقل مطالبات خود تأکید می‌کنند. فعالان کارگری در ایران مهمترین خواسته‌های کارگران را مطالباتی چون اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای مستقل کارگری، جلوگیری از تبعیض جنسی و جنسیتی و رعایت حقوق زنان کارگر، حذف قراردادهای موقت و حذف فاصله بین دستمزد و سبد معیشت اعلام کردند. بنابر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در 12 ماه اخیر، کشته و مصدوم شدن دست کم 9,879 کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌های سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است. همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم 84,226 کارگر بیش از 1,052 ماه معوقات مزدی دارند، در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند. با این حال در یک سال گذشته در مجموع تعداد گزارش‌های خبری 428 تجمع کارگری و 1,448 تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسیده است و طی 12 ماه گذشته دست کم 51 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند. رقم اعلام شده برای دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از رقم اعلام شده برای خط فقر در ایران است، زیرا بر اساس گزارش‌ها خط فقر در کشور به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده است. با این وجود میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در سال آینده نیز مطابقت ندارد. برای صحبت بیشتر در این باره امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران، با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. جناب آقای فراغت، آیا تشکل‌های صنفی مستقل کارگران توانستند خواست و مطالبات کارگران را محقق کنند؟ درود و ادب و احترام. ابتدا روز جهانی کارگر رو به همگی تبریک میگم. من دوست دارم پاسخ به این سوال رو با ذکر یک مثال بگم. همونطور که میدونید یکی از ابزارهای پیروزی انقلاب 57 اعتصاب سراسری کارگران بود. چرا اعتصاب میکردن؟ چون مخالفین اون دوره که مسئولان فعلی جمهوری اسلامی بودن میگفتن که رژیم شاه سهم مطلوب کارگران رو ادا نمیکنه و کارگران دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستن. و در حقیقت مخالفان اون دوره به جنبش کارگری از بعد سیاسیش سهه گذاشتن. الان من برای پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که برخی از زندانیان فعالین صنفی کارگران مستقل نشون میده که هنوز نتونستن به خواست و مطالبات کارگران رو محقق کنن. بله، امیدوارم که همشون هم آزاد شن. بله انشاءالله. برخی از مسئولان حکومتی در دیدار با کارگران گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. آیا حال اقتصادی و معیشتی کارگران خوب است و به نظر شما کارگران امروز در ایران چه جایگاهی دارند؟
مسئولانی که اینطوری صحبت میکنن دقیقا میدونن که نیمی بیشتری از جمعیت امروز ایران رو کارگران و خانواده هاشون تشکیل دادن. بر همین اساس اونها رو در زبان سخن مورد کرامت و تکریم قرار میدن. اما حال معیشتی و اقتصادی کارگران ما خوب نیست. اگر بخوام بگم جایگاه کارگران در ایران چیه، ابتدا میخوام بگم جایگاه کارگر در اسلام چیه. همونطور که میدونن بینندگان، حضرت علی علیه السلام در مزارع آدمها کار میکرد و مزد دریافت میکرد. پیامبر اسلام دست کارگر رو میبوسید. امام صادق میگفت تا عرق کارگر خوش نشده باید مزدش رو پرداخت کرد. اما جایگاه کارگران در ایران با توجه به اعتراضاتی که گهگاه گوشه کنار کشور داریم میبینیم خوب نیست. و همونطور که در گزارش دوستمون فرمود، خط فقر 18 تا 20 میلیون تومانه. بله. اما دریافتی حقوق کارگران خود نشون میده که وضعیت اصلا مساعد نیست. ممنونم از شما. امید فراغت، روزنامه نگار از تهران.